سلام. از زمان مرگ مهسا امینی و شروع تجمعات و تظاهرات توی ایران، حامد اسماعیلیون هماهنگ کننده سه تا تجمع بزرگ توی سرتاسر دنیا بود که تبدیل شدن به بزرگترین تجمعهای ایرانی‌های خارج از کشور. گفتم شاید بد نباشه، میدونم که همه تا یه حدودی حامد اسماعیلیون رو میشناسیم، ولی گفتم شاید بد نباشه یه بیوگرافی کوتاه ازش داشته باشیم توی کانال و ببینیم از کجا اومده و چه سرنوشتی بهش گذشته تا به اینجا رسیده. حامد اسماعیلیون دندانپزشک، داستان‌نویس و به ناچار فعال سیاسی. او برای کتاب‌های آویشن قشنگ نیست و دکتر داتیس جایزه هوشنگ گلشیری را دریافت کرده. همسر اسماعیلیون پریسا اقبالیان و دختر اونا ریرا با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین به قتل رسیدن. اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 هم هست که بعد از این واقعه با هدف محاکمه عاملان حمله تأسیس شد. حامد اسماعیلیون زاده 21 اسفند 55 در کرمانشاه. پدر و مادر او اهل عراق بودن و به سبب اشتغال پدرش توی شرکت نفت به کرمانشاه مهاجرت میکنن. حامد اسماعیلیون دوره کودکی و نوجوانیش رو توی کرمانشاه میگذرونه و از سال 74 تا 79 توی دانشگاه تبریز به تحصیل در رشته دندانپزشکی مشغول میشه. بعد از اون مدتی توی گلستان و مازندران و در نهایت به مدت 7 سال توی تهران زندگی و کار میکنه. اسماعیلیون توی سال 89 به همراه خانوادش به کانادا مهاجرت میکنه و الان هم توی ریچموند هیل اونتاریو زندگی میکنه. خانم پریسا اقبالیان همسر و ریرا اسماعیلیون 9 ساله تنها فرزند حامد اسماعیلیون توی سانحه هدف قرار گرفتن هواپیمای 752 اوکراین توی سحرگاه چهارشنبه 18 دی 98 که از فرودگاه خمینی عازم کیف پایتخت اوکراین بودند با دو تا موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که به فاصله 23 ثانیه از هم شلیک شدن به قتل رسیدن. بعد از حادثه هواپیما، اسماعیلیون توی اینستاگرامش یک پست میذاره و خودش رو نویسنده نانجیب میخونه. بخشی از متنش میگه که بله، من آدم نجیبی هستم، یا باید همینطوری باشه. دیگران میتونن قضاوت کنن، اما نویسنده نجیبی نیستم. از اتفاق در این باره بسیار نانجیبم. اینکه به سانسور و توقیف آثارم به 6 سال ممنوع الفعالیت بودن، به بازجوییم در ایران و به پیغامهای طاق و جفت هم اعتراض کردم و هم تا حدودی تن دادم، آیا از نجابت است؟ یا از اینکه کمتر کسی مرا همراهی میکند؟ یا از اینکه زن و فرزندی فوق‌العاده در کنارم بود و این سوی دنیا حماقت‌های وزارت سانسور برایم اهمیتی نداشت؟ شکی نیست بوسیدن هر روزه دخترم، در آغوش گرفتن همسرم، شغل خوب، رفقای خوب، همه رنج‌ها را آسان می‌کرد و کار را از پیگیری امری فردی خارج کرده بود. می‌گفتم بگذار عمله سانسور و ممنوعیت در این حماقت بمیرند. آیا شما نام نجابت بر این رفتار می‌گذارید؟ نتیجه روشن است. بله دوستان، من به طور واضح و روشنی نویسنده نانجیبی هستم و در اینجا جان شیرین زن و فرزندم از دست رفته است و با بلایی که بر سر همسر و فرزندم آورده اند فرصت را مغتنم می شمرم و در همین صفحه پیشا پیش از خیلی از کلمات تر و تمیز، از نجابت، از خوشرویی، از ادب، از نزاکت و از لطافت اعلام براءت میکنه. حامد اسماعیلیون در اعتراضات سراسری ایرانیان به مرگ مهسا امینی که توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی توی تهران دستگیر شده بود، فعالیت‌های مؤثری توی خارج از ایران انجام داد. او با دعوت از ایرانیان مقیم خارج از کشور توی اول اکتبر 2022 راهپیمایی‌های گسترده‌ای رو توی بیش از 150 شهر توی دنیا علیه حکومت جمهوری اسلامی سازماندهی کرد.
بنا به گفته پلیس کانادا توی این روز بیشتر از 50,000 نفر فقط توی تورنتو کانادا راهپیمایی کردند که ویدیوش هم توی کانالمون موجوده. بعد از اون اسماعیلیون و یارانش یک فراخوان جدید برای 22 اکتبر دادن که همه ایرانیان مقیم اروپا توی برلین حاضر بشن و اعتراض خودشونو به جمهوری اسلامی اعلام کنن. توی این راهپیمایی هم به گزارش پلیس برلین 80,000 نفر شرکت کرده بودن. گزارش هایی هم بود که می گفتن تعداد مردم بالای 100,000 نفر بوده که توی این جمعیت خیلی ها از کشورهای دیگه اروپایی بودن و تعدادی هم از آمریکا و کانادا به برلین سفر کرده بودن. این تجمع راهپیمایی به گسترده ترین تجمع ایرانیان خارج از کشور در طول تاریخ بدل شد و شرکت طیف‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی با همبستگی علیه جمهوری اسلامی در کنار هم صحنه زیبایی بود توی این روز تاریخی. فراخوان تجمع بعدی هم برای روز 29 اکتبر به صورت تشکیل زنجیره انسانی بود که اون هم توی بیش از 80 شهر دنیا برگزار شد و یکی از بزرگترین دستاوردهای این تجمع شرکت کردن جاسین ترودو نخست وزیر کانادا توی این تجمع توی اتاوا بود و شعار دادن اون به زبان فارسی بر علیه جمهوری اسلامی. ترودو اولین نخست وزیری بود که حرف از پایان جمهوری اسلامی زد و توی سخنرانیش گفت که نمیذاره بعد از جمهوری اسلامی کانادا جای امنی برای عاملان این رژیم و سرکوبگراش باشه. توی این جریانات بعضی از چهره‌ها و مردم عادی از حامد اسماعیلیون به عنوان رهبر و لیدر جدید اپوزیسیون‌های ضد حکومت جمهوری اسلامی توی خارج از ایران نام بردن. حدود 30 فعال سیاسی داخل ایران روز دوشنبه دوم آبان با انتشار بیانیه‌ای خواستار نقش‌آفرینی حامد اسماعیلیون توی تشکیل یک شورای هماهنگی توی خارج از کشور برای پیش بردن و بقای خیزش انقلابی مردم ایران شدند. در آخر برای مردم ایران توی این خیزش آرزوی موفقیت میکنم و میگم این بار همه تون نشون دادین که دنبال شخص و حزب خاصی نیستین و میخواییم که فقط به یه هدف مشترک که آزادیه برسیم. بعد از رسیدن به آزادی وقت برای اینکه بشینیم دور هم و تصمیمهای بزرگ بگیریم زیاده. لطفاً با لایک و سابسکرایب کانال خودتون رو حمایت کنید. زن زندگی آزادی.